برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بخش امور دینی آستان مقدس عباسی خدمات تبلیغی متنوعی را به زائران اربعین امام حسین علیه السلام ارائه می کند. شیخ علی موهان، معاون علمی رئیس این بخش در این باره گفت، این بخش خدمات تبلیغی متنوعی را از جمله استقرار برخی پایگاه‌های تبلیغی برای پاسخگویی به سوالات شرعی زائران و راهنمایی دینی آنها در داخل و خارج از صحن مطهر ارائه خواهد کرد. تعدادی پایگاه‌های تبلیغی نیز در ایام زیارت میلیونی اربعین در محورهای کربلا توزیع می‌شود. مؤسسه منابع جهان WRI در تازه ترین گزارش خود هشدار داد 25 کشور در جهان که یک چهارم جمعیت جهان را در خود جای دادند به دلیل تنش زیاد منابع آبی موجود در معرض خطر کم آبی هستند. در این گزارش آمده نزدیک به نیمی از جمعیت زمین یعنی حدود 4 میلیارد نفر حداقل برای یک ماه از سال با سطح بالایی از تنش آبی زندگی می کنند. این وضعیت به خطراتی برای شغل، بهداشت، محصولات کشاورزی، دامداری و امنیت انرژی منجر می شود. در این گزارش هشدار داده که در نبود مدیریت تأثیرگذار و مناسب آبها، رشد جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات آب و هوایی تنش آبی را تشدید خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده دولت کویت با محروم کردن کودکان بدون تابعیت از آموزش رایگان بر اساس برابری با شهروندان دارای تابعیت نسبت به آنها تبعیض قائل می شوند. به گزارش الخلیج الجدید، این سازمان در گزارشی به مناسبت نزدیک شدن آغاز سال تحصیل در این کشور افزوده که دولت کویت کودکان بدون تابعیت را به پرداخت هزینه های آموزش خصوصی و یا به طور کلی محرومیت از تحصیل وادار می کند. عفو بین الملل گفته کویت یکی از طرفهای معاهدات بین المللی است که حق همه کودکان ساکن در این کشور را برای تحصیل رایگان بر اصل برابری به رسمیت می شناسد. اما مقامات از تضمین این حق خودداری می کنند. گفتنی است نزدیک به 100 هزار نفر در کویت بدون تابعیت هستند. سازمان بهداشت جهانی سویه جدید ویروس کرونا را که احتمالاً می‌تواند به افزایش موارد ابتلا به کووید 19 منجر شود زیر نظر گرفته است. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفته آزمایش و هوشیاری در مبارزه با ویروس کرونا نقش حیاتی دارد. دانشمندان گفتند در حال حاضر اطلاعات بسیار محدودی در دسترس است، اما شمار بالای جهش ها نیاز به رصد دقیق تر دارد. به گزارش CBS نیوز در آمریکا، اولین مورد ابتلا به سویه جدید را آزمایشگاهی در دانشگاه میشیگان کشف کرده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا دو روز پیش اعلام کرد پس از مشاهده مورد ابتلا به سویه به شدت جهش یافته در میشیگان، این سویه تازه کشف شده را رصد و ردیابی می‌کند.